به نام خداوند بخشاینده مهربان، شاگردان عزیز سلام. خیلی خوشحال هستم که باز هم با یک بحث جدید در خدمت شما هستم. امیدوارم که این بحث بتواند سبب افزایش معلومات آفاقی شما نسبت به مسائل ادبی و هنری بگردد. دوستان عزیز، درس امروزی ما شما عنوانش است ادبیات و انواع آن. قبل از اینکه در رابطه به انواع و تقسیمات خود ادبیات صحبت بکنیم، خوب هست که یک تعریف و آشنایی اجمالی و مختصر نسبت به ادبیات داشته باشیم. دوستان عزیز، ادبیات را به صورت ساده و عامیانه که تعریف میکنند میگن ادبیات عبارت از مجموعه آثار هنری لسانی مکتوب و نامکتوب یک جامعه یا یک ملت میباشد. به این معنا تمام آثار یک ملت یا یک جامعه که ارزشش چی داشته باشه؟ ارزش هنری داشته باشه، بعد به صورت لسانی بیان شده باشه، چی مکتوب باشه چی نامکتوب. اینمی آثار را به نام چی یاد میکنن؟ به نام آثار ادبی یا ادبیات یک جامعه. چون دوستان عزیز اینجا بحث هنر مطرح شد، به این معنا که در ادبیات شاعر یا نویسنده نسبت به مسائل هستی، نسبت به پدیده های ماحول و پیرامون خودش نگاه متفاوت داره، یعنی نگاه تخیل آمیز داره، بنابراین از قراردادهای متعارف زبانی هم استفاده نمیکنه. قراردادهای متعارف به این معنا عبارات، کلمات و تعبیرهای زبانی که ما و شما در گفتار روزمره از او استفاده میکنیم، نویسنده و شاعر از اونها استفاده نمیکنه. بلکه قراردادهای ادبیات هم قراردادهای چی است؟ قراردادهای خاص و مختص به خودشان. مثلا ما و شما در ادبیات مذهبی ما داریم، ما زمان نماز را ادا میکنیم که در حقیقت ملا آذان گفته باشه. اما این بحث را وقتی که سهراب سپهری مطرح میسازه با یک شکل دیگری که اصلا برای ما و شما یک عبارت یا یک تعبیر چیست؟ غریبه و ناآشنا. مثلا در یکی از اشعار خودش میگه من مسلمانم، قبله‌ام یک گل سرخ، سجاده من دشت، من نماز را وقتی میخوانم که آذانش را باد گفته باشد. بنابراین سهراب سپهری در این اثر هنری خودش از قراردادهای غیر متعارف زبانی برای اثرگذاری اثر خودش چی کرده؟ استفاده کرد. بنابراین ادبیات خودش یک زبان هست، اما زبان خاص، زبان تخیلی که از آدرس خیال و تخیل پدیده ها را مطالعه میکنه، بعد نتیجهش را برای دیگران بیان میکنه. بعد شاگردان عزیز، در تقسیمات ادبیات، ادبیات را معمولا از دو لحاظ تقسیم میکنن. یکی ادبیات تقسیماتش از لحاظ شکلی یا فرم و دیگه تقسیماتش از لحاظ محتوا و مفهوم یا معنایی. از لحاظ شکلی که وقتی که تقسیم میکنن دوستان عزیز، ادبیات باز هم به دو بخش متفاوت تقسیم میشه، یکیش آثار منظوم یا نظم و دیگیش آثار منثور یا نثر. آثار منظوم هم به آثار گفته میشود که در حقیقت در اون آثار از وزن و قافیه استفاده شده باشه، که این آثار منظوم معمولا در این قالب ها بیان میشه، یا به صورت قصیده است یا غزل هست یا مثنوی یا شعر نو یا شعر نیمایی و شعر سپید. نثرش هم دوستان عزیز برخلاف نظم در حقیقت سخنی است که در اون از وزن و قافیه استفاده نمی شود و به انواع مختلف تقسیم شده است که در سالهای قبلی شما خواندید. نثر ساده داریم، مسجع داریم، نثر فنی و نثر متکلف و نثر نو و نثر شکسته. روی این مسائل کار نداریم. میایم سر تقسیمات ادبیات از لحاظ مفهوم و محتوا. دوستان عزیز، ادبیات از لحاظ مفهوم و محتوا به صورت کلی به چهار بخش مختلف تقسیم شده. اول، ادبیات حماسی، ادبیات غنایی، ادبیات تعلیمی و ادبیات نمایشی. ادبیات حماسی به ادبیاتی گفته می شود دوستان عزیز در آن شجاعت، رادمردی، غلبه و ایستادگی یک ملت یا یک کشور در برابر دشمن به نمایش کشیده می شود. بنابراین ادبیات حماسی ادبیاتی است که در حقیقت دستاوردها و قهرمانی های یک ملت را بر رخ دیگران می کشد. و در حقیقت آثار خیلی زیاد ما در ادبیات خودمان داریم که نمونه بزرگ شاهنامه ابوالقاسم فردوسی است که در حقیقت این مسائل را با زبان
زیبا بیان کرده. یک مثال خدمت شما به عرض برسانم، مثلا فردوسی در یکی از اشعار خودش میگه: چو کشور نباشد تن من مباد، بدین بوم و بر زنده یک تن مباد، همه سر به سر تن به کشتن دهیم، از آن به که کشور به دشمن دهیم. بحث بعدیش ادبیات غنایی. ادبیات غنایی به ادبیاتی گفته می شود دوستان عزیز که در اون احساس و عاطفه یک فرد با زبان خاصی می شود بیان می شود. نمونه های خیلی زیاد ما در ادبیات خودمان داریم، از جمله مثنوی های امیر خسرو دهلوی و مثنوی های نظامی و حتی بعضی از داستان های مثنوی مولانا به صورت غنایی بیان شده. مثال زندهش در مثنوی مولانا یک داستان است به نام داستان خلیفه و لیلی که بسیار زیبا بیان میکنه: گفت لیلی را خلیفه کان توی، کس تو مجنون شد پریشان و غوی، و از دیگر خوبان تو افزون نیستی، گفت خاموش چون تو مجنون نیستی. بنابراین ادبیات غنایی ادبیاتی است که احساس و عاطفه یک فرد را بیان میکنه. بحث بعدیش ادبیات تعلیمی ادبیاتی است که موضوعات مختلف مذهبی و اخلاقی و سیاسی را برای دیگران چی میکنه؟ تعلیم میده. نمونه زندهش در ادبیات ما شما کتاب بستان و گلستان سعدی: بابدان کم نشین که صحبت بعد، گرچه پاکی تو را پلید کند، آفتاب بدان بزرگی را توته ابر ناپدید کند. بحث آخریش دوستان عزیز ادبیات نمایشی. ادبیات نمایشی عبارت از ادبیاتی است که در حقیقت موضوعات حماسی، غنایی، تعلیمی، اندرز و پند به صورت نمایشنامه یا اجرای زنده چی میکنند؟ بیان میکنند. که آثار خیلی زیادی هم در ادبیات خود ما و در ادبیات جهان وجود داره، از جمله آثار ویلیام شکسپیر که کلش به صورت نمایشنامه چی شده؟ بیان شده. این بود دوستان عزیز درس امروزی ما و شما. تا درس بعد، خداوند نگهدار.